آدم ها با آرزوهاشون زندن آقا. بی پولا در آرزوی پول دار شدن، بی بچه ها در آرزوی مادر شدن، بچه دارا در آرزوی خوشبخت شدن بچه هاشون، بعضی ها تو آرزوی پیدا کردن گمشده هاشون. گاهی وقت آرزوها مثل نخ و سوزنی میمونه که امروز رو به فردا میدوزن. میری و میری و میری تا یهو میبینی سالها گذشته. راستی فرق بین امید و آرزو چیه آقا؟ من که هیچ وقت نفهمم. بفرمی. دست شما درد نکن. حیث میکنم. مادر جون اینا رو یه جای خوب بذار، له نشه، خاطی کفشای دیگه نشه. رستم با همین یه دست اصله. خیالتون راحت، جاش امنه امنه. خدا عمرت بده، زنده باشی. وای سهره، ترک شدم دختر. کی میخوای دست از این خلبازیات ورداری؟ دیر اومدم ولی به جاش با شیرینی اومدم. شیرینی برای چی؟ برای این. آخ 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 آخ، بالاخره بعد دو ماه دوندگی کار خودتو کردی. قبول باشه. یعنی دیگه نمیبینیمت؟ واسه چی نبینیم؟ نظرت ادا شد دیگه. نظر کرده بودم یه سال، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، حالا 6 ماه هم نشده. بعدم تا جناب عالی نپرسم که نظرت چی بوده واسه اومد اینجا که ولکن نیستم، تو بگو 6 سال طول بکشه. بفرمایید ذاتاً فضول تشریف دارین دیگه. نه بابا چه جوری رضایت داد؟ بابام پادرمیونی کرد دیگه، گفت زشت اسم این دوتا دو سال افتاده رو زبونا. حالا قصهش مفصله، قبول باشه. حالا سر بزو برای بعد، من کلی دیرم شده. خب فعلا خدافظ. خدافظ. راستی عکسای عروسیت با منه؟ اون که وظیفته. پررو بفهمه شیرینی. سالم و تازه رو تو میوه فروشی یا جوری میچینن که خوشگل باشه و تو چشم بزنه. کی میدونه چند تاشون قراره به جای خورده شدن تو یخچال بگندن و ریخته بشن تو سطل آشغال. کدوم یکی از این آدم ها که با خیال راحت تو خیابون قدم میزنن یا دارن تو ترافیک هرس میخورن، فکر میکنن که امروز ممکن آخرین روز زندگیشون باشه. من غزل الفا باید به روزهای آخر زندگی فکر کنم؟ بچه ها چه خبره با؟ محیا؟ کانتا؟ باز دیگه چه خبره؟ نمیگم.
بابا آبی رو میشه هم سویا بردی بابا بایستا ببینم بابا بزرگ بس خودمه وای ببین چی کار کردین حالا من جواب مامانتون چی بدم آقا مهیا تقصیر من نبودا برو با تو از دستم خیلی حال تقصیر هر کدوم بود الان مامان بیا تو سرسته اونو میکنم مهیا ریستی بده خب میداد روی این مهیا دیواره چی کار کنی؟ بلش کن بابا سلام سلام خسته نباشی ممنون زود اومده امروز خب میخواییم برگردم نه خونه چه ساکته؟ کجا نیم بروجک ها؟ تو اتاق هم دارن نقاشی میکنن طبق معمول غزل امروز یه جدول طراحی کردم فوق العاده مشکل معلومات عمومی خیلی بالا میخواد بتونن حلش کنن آفرین خوشحالی مردم رو سر کار میذاری؟ خب آره از بیکاری که بهتره البته اگه بچه ها بذارم بابا معذرت میخوام غزل منظوری نداشتم برشون یه چند تا کتاب و سیدی گرفتم میرم بهشون بدم عالیه دست درد نکنه بچه ها کجایی؟ بیاییم ببینیم ماما براتون چی خریده کجایی برو جکا سلام سلام اینو نگاش کن چه خودش هم به خواب زده فکر کنه من نمیفهمم خوش ببینم بیا بخاله مامان آقا مهیار چه پسر مرتبی شده میترسه شما دواش کنید ای ساکت شو چرا باید دواش کنم داره کار خوبی میکنه میخواد شما ناراحت نشین خبر چی بابا مگه چیزی شده نه چیز مهمی نیست نگران نباش خب پس بودو دو تا بوس بده مامان سر یکی دیگه مهیار بودو این بریم ببینید چه کارتونایی براتون گرفتم بودو این بودو دختر یه کارتون جدید گرفتم هیچ کس ندیده دیوار چی شده؟ نه فقط کشیدمش مهیار انداختش برو تو از اسم کشیدی خب من کشیدم ولی تو انداختش رو زمین خیلی خوب شلوغش نکنی مهم نیست من تمیزش میکنم ولی من پوست شما دوتا وروجک رو میکنم میکنم پوستتون رو بایستا ببینم کجا دار میریم بایستا ببینم یه عمر میدوی دنبال چی؟ خودت هم نمیدونی خونه باید برق بزنی بچه ها باید آروم متین بار بیار که چی؟ آخرش چی قراره گرفتی؟ نمیدونم کاش میشد یه جوری شما جوابمو بدی حتی اگه شده فقط توی گلم بابا تو رو خدا این قاشق رو نذارین کنار گاز بذارین اینجا خب چشم ولی بامیهش چه بویی داره آره بامیهش خیلی تازه بود معلومه دایت خانم صبح زنگ زد مثل که باید کار داشت میگفت هرچی موبایلت گرفته در دسترس نبودی چرا نرفته به آتلیه یه جای کار داشتم اونجا موبایلم آنتن نمیداد تازگی اصلا یه جوری شدی مثلا چه جوری؟ نمیدونم اخلاقت غیر منتظره است آتلیه نمیری نایت خانم از خودت بیخبر میذاری از لک شدن فرش ایراد نمیگیری با من خوش رفتار شدی قضیه چیه؟ بده نه خیلی هم خوبه حالا راستشو بگین شما نگران حال منین یا اینکه جواب تلفن نایت خانمو نمیدم اما نایت خانم چیکار دارن چی شد تو خوبی خوبم پدر جان آبیشم بریزم تو سالاد؟ بریزیم کتلت هم که سوخته
چرا من؟ چرا من؟ جانم رئیس به گوشم. غزل جون عکسایی رو که قرار بود محمودی رو شاسی بزنه و بیاره چی شد؟ بابا امروز باید تبدیلش کنه. نگران نباش بابا، گفته تا ساعت 3 خودشو میرسونه. تو خودت کجایی؟ من تا 10 دقیقه میرسم. عروس از اون آتش باراماز یه چیزی کم و کسب بشه. اینو باید تست کردن شش ماه. از هفت صبح 3 بار زنگ زده که یه وقت ما دیر نرسیم. شما یه دست داشته بعده هر چی بیشتر اونا هرس و جوش فیلم عروسیشون رو بخورن ما بیشتر پول به جیب میزنیم. چی داری میگی؟ من که به فکر پول نیستم، به آبروی چندین و چند ساله حرفه‌ای من باید فکر کنم یا نه؟ میفهمی؟ با تو هم ناهید حواسم بهته، تو چرا انقدر امروز استراب داری؟ نمیدونم آخه عروس خیلی بهونه گیره. شاید هم بخواد نترس، به مهودی زنگ میزنم میگم بدقولی نکنه. بس بجون منم الان میرسم. خداحافظ. باشه خداحافظ. یواش یواش آقا چیکار می‌کنی؟ آه چی شده خانم نادری؟ نمی‌دونم والا، وقتی رسیدم دیدم بیهوش افتاده تو آتلیه، بچه‌ها زنگ زدن آمبولانس. نگران نباشینا، چیزی نیست، منم الان ماشین میگیرم میام. نمیخواد، نگران نباشی، شما بریم به کارتون برسین، یکم سرش گیج رفته فقط. بهتری غزل جونم، آخه الان چه وقت مریض شدنه؟ چطوری حالا؟ بهترم. سرم تموم شد، پاشی خود از این خرت و پرتا بخور بس جون بگیری. یخی یخی. دکتر چی گفت ناهید؟ گفت فشارت افتاده بوده پایین، یه خودم کم خونی داری. من از اطمینان میخوام یه چند تا آزمایش هم ازت بگیره. چی چی و چند تا آزمایش بگیرن؟ بگو بیا این دم و دستگاه رو باز کنن، دیرمون شده. نگران نباش، به سویلا گفتم بیاد کمک. بعدش هم تو که دکتر بیا نیستی، تو اینجایی بزین آزمایشاشون بکنن دیگه. ناهید من از این ملافه ها چندشم میشه، حالم داره به هم میخوره، معلوم نیست چند نفر تا بال اینجا خوابیدن. همون ملافه که دستون روشه ملاحظه بفرمایین، یه بار مصرف ها. بعدش هم اصلا نمیدونستن شما تشریف میارین اینجا، اگر نه براتون یه دست ملافه شیک نوع خارجی درجه یک میآوردن. ای بابا خیلی طول بکشه دوازده تموم میشه دیگه. گیر نده ناهید، گیر نده، میخوام پاشم. اتفاقا میخوام گیر بدم، بگی بخوام لوسه نونور. ای بذار منم تکلیفم بفهمم مردنی هستی یا نه. فکر کردی من تا حلوای تو یکی رو نخورم نمیمیرم. خیلی خوب، پس بذار آزمایششون بکنن بفهمی من باید بر تو بپزم یا تو باید بر من بپزی. ناهید آخه دیگه نداره، اگرم تنهایی میخوای زنگ بزنم بابات بیاد اینجا پیشه. نه تو رو خدا، به بابا نگو، چیزی نشده، بی خودی نگران میشه. خیلی خوب باشه، پس مواظب خودت باش. باشه کاری داشتی بهم زنگ بزن. از این بوقو خیلی خوشمزه است، خوشم اومد. وای وای ببخشید مزه، چه اینجوری شد؟ خدا خدا از دست تو. بله دکتر، گفتن اسکنتون باید یه بار دیگه انجام بشه. یعنی چی خانم؟ من که مشکلی ندارم که، شما دو سه ساعت از وقت منو گرفتین، من خیلی دیرم شده. باور کنید این دیگه آخریشه، خود دکتر ترابی هم اونجا پیشتون هستن، نگران نباشید.
بفرمایید بریم. بفرمایید. در مورد چی دارین صحبت میکنین؟ راستش موضوع توماره. تومار؟ خودش خیلی بزرگ نیست، اما ریشش تمام شکم تو پر کرده. یعنی چی؟ ببینم، تو بعد از آخرین زایمانت چکاب نکردی، درسته؟ شاید اگه 6 ماه پیش می اومدی میشد یه کاریش بکنی، ولی الان تومار من بدخیمه. یه چیزی شبیه همین. من نمیفهمم. من که مشکلی نداشتم. منظورتون سرطان یا چیزی شبیه همینه؟ متاسفانه. یعنی چی؟ زنده میمونم؟ ببین عزیزم، با عمل جراحی و شیمی درمانی میشه امیدوار بود که 1 سال یا حتی بیشتر. یعنی دقیقا چقدر وقت دارم؟ با این وضعیتی که الان هست یه چیزی حدود 2-3 ماه. حالت خوبه؟ خوبم. اینجا هم نمیتونم یه دقیقه تنها باشم. خب من نگرانت شدم. برای چی اینقدر بال میاری؟ غزل چیزی رو از من پنهون میکنی؟ من پدرتم. میخوای بدونی؟ آره. واقعا میخوای بدونی؟ بالا میارم چون از 8 سالگی مادر بالا سرم نبوده. بالا میارم چون آرزو داشتم یه بار بیاد کارنامه‌مو بگیره. دلم نمیخواست مثل مهمون غریبا نیم ساعت بیاد بشینه تو عروسیمو بره. بالا میارم چون 4-5 ساله هم پدرم هم مادر از وقتی رضا منو تنها گذاشته خستم. خستم معلوم هست چی داری میگی؟ نمیدونم پدر، شاید همون این رژیم های لاغریه که گرفتم. نگران نشو. پس قضیه اینجوری. خب اینو به ناهید خانومم یاد بده. باشه یاد. Yeah.
خسته میشی، بعد دوباره از سر شروع میکنی، این همیشه، این قبل. هیچی عوض نشده، هیچی، جز این که زمان مرگتو میدونی، جز این که زندگی برات یه بازی جدید ساخته. چیزی رو میدونی که بیشتر آدم رو نمیدونن. بزرگترین لذت زندگی که غیر قابل پیشبینی بودنش ازت گرفته شده. از هیچی لذت نمیبری، از هیچی. کلافه میشی، همش کلافه ای، بی خودی. غزل جان. بله بابا، غذا حاضره، بچه ها گرسنن. شما بخوری، من بعدم میخورم. خوبه. این خواهر دوماد رو حذف نکنی یا وقتی پوسی کلمونو میکنه قلفی عروس سر رو ببین چقدر خودی خوشحاله، نمیدونی که با مخ افتاده وسط بدبختی. بابا تو از کجا میدونی شاید خوشبخت باشه؟ خب این همه ازدواج میکنن خوشبخت میشن که یک خوشبخت شه؟ نایی جونم، تو که هیچ وقت ازدواج نکردی، از کجا میدونی آخه؟ مگه باید حتما ازدواج کنم تا بفهمم؟ این همه دختر که ازدواج میکنن خیلی هاشون بدبخت میشن، میدونی؟ من که بدبخت شدم. خب وقت نشد، خدا بیامرز افتاد مرد. خیلی بد جنسی. ولی من فکر کنم تو یه کسی رو دوست داشتی که بهش نرسیدی. آره؟ این قصه های شاپریون رو برو بس بچه ها تعریف کن. من اینقدر تو تمام زندگیم کار داشتم و گرفتار کار بودم که هیچ وقت مجال فکر کردم به این چیزها رو نداشتم. یه بخواه کشک محلی عالی بهداشتی هم هست، تا به مارک نمیشی نترس. ناهی دیدی بعضی موقع یه فکرای مسخره‌ای به ذهنت میخوره؟ مثل ازدواج. نه بابا، دارم فکر میکنم من و رضا چرا هیچ وقت عروسی نگرفتیم؟ من این همه عکس از این عروس ها میگیرم، خودم یه دونه عکس با لباس عروسی ندارم. دلت میخواد با لباس عروسی عکس بندازی؟ لباس عروسی بپوشی؟ اگه مسخرم نمی کنی؟ آره بعدم نمیاد. بیا. آیا وکالت دارم شما را به عهد دائم جناب آقای؟ میگم این وحید بدبخت، پسر به این خوبی، تو هم که اینقدر میخواد، مزون لباس عروس هم که داره دیگه. به خدا آدم دو کلمه نمیتونه با تو حرف بزنه. عروس رفته گلاب. ببینم تو چرا خودت به بابای من فکر نمی کنی؟ مرد به این خوبی، نظامی بازنشسته، خوشتیب، ترتمیز، خدا دست میدی ناهیدا؟ همین تو یکی رو تعامل میکنم، بس همیدی، یاد دو تشیم؟ باشه، دست درد نکنه ناهید خانم، خواهش میکنه. حالا بازم داری یا نه؟ پیشنهاد ازدواج ندارم این صبح. پشکو میگم. ببین چه میکنم، خوشی خوشی. شبه 18. نمیدونم مهتاب و ستاره بارون امشبه که اینطوری سرخوشم کرده یا شبای این چله نشینی سرخوشی میاره با خودش. یه چیزی میگم شاید خندتون بگیره، ولی فکر میکنم اصلش از این طعم کشکی که ناهید داده شروع شد. هیچ وقت همچین طعمی رو نچشیده بودم. دارم فکر میکنم تو این دنیا چقدر طعم هست که هیچ وقت نچشیدمشون. خدا رضا رو بیامرزه، حداقل این خونه و حقوقش رو برامون گذاشت تا حدی خیالم واسه آینده بچه ها راحت باشه. میدونین که راستش چند تا نقشه واسه خودم کشیدم، به کسی که نمیتونم بگم،
تنها محرمم شمایی. بهتون میگم به شرطی که بهم نخندینا. میخوام با لباس عروس عکس بندازم، میخوام زیر بارون قدم بزنم، میخوام یه جورایی برای بچه ها بابا توضیح بدم که چرا ماجرای مریضیمو بهشون نگفتم. دیگه میخوام تو اتوبان جیغ بکشم، سفر برم. بله. خوب شد نخوابی. یادم رفت بهت بگم مادرت امروز زنگ زد، رو پیغامگیری برات پیغام گذاشته، اگه حوصله‌شی داشتی گوش کن. کی؟ نزدیکای غروب بود. باشه، ممنون. کاری نداری؟ شبت بخیر. شب شما هم بخیر. ساله یاد گرفتم مواظب خودم باشم. 30 ساله. تمام حالای خوب دنیا با یه تلنگر به هم میریزن مثل یه خواب خوش. خب میذاشین خودم صبح ظرفا رو میشستم. تو از راه اومدی خسته ای بابا، تا صبح اینا خوش میشد. بابا واقعا یادتون رفت بگیم مامان زنگ زده یا نخواستیم به هم بگیم؟ مگه فرق میکنه؟ چطور فرق نمیکنه؟ همیشه خیلی چیزا برای من مهم بوده که برای شما اهمیتی نداشته. باز میخوای شروع کنی؟ یعنی واقعا یه روز تموم میشه؟ حالا چی کار داشت؟ پاکوشای دختر گلش بود. خب به سلامتی. بله به سلامتی. چایی بریزم برات؟ نه من خستم، میخوام برم بخوابم. چه فرقی میکنه؟ پاکوشای دخترش دیگه. سلام. سلام. ربابه خانم نیومده؟ نه نیومده. حال چه حال کردی؟ نکنه نیاد. تو هم این موقعی میزنه به سرت ها. خوب نیاد. تو که 7 روز هفته خولی. حالا خودتو لوس نکن. سلام. بگو چی شد؟ با تو هم ها؟ چی شد؟ خواهرش زنگ زد. گفت میخوام بیان تاریخ عقد عروسی رو مشخص کنم. خوب تازه باباشم زنگ زد گفت میخواد تو پول رهن خونه کمک میکنه. حالا بگو چی شد که راضی شده کمک میکنه؟ اه داشتم حرف میزدم ها. الان برمیگردم. رباب خانم. بفرما دخترم، اینم سهم شما. قبول باشه. سلام. سلام. فکر کردم نیومدین یا اومدین و رفتین. میشه چهارشنبه بشه و من نیام؟ از او مهمتر بیا ما به تو سر نزنم خانم. خانوما سهم امروز منو میدین؟ مال من نیست که بدم یا ندم. بفرما عزیزم. نوشید جان.
قبول باشه، قبول حق باشه. خب نگفتی حال روز خودت چطوره؟ خوبم، اینجا که هستم خوبم. فقط قضیه گرد و خاک کفش هست که دیگه دارم بهش عادت میکنم. اما رباب خانم، من هنوزم وقتی به مرگ فکر میکنم قاطی میکنم، خصوصا با بابام بدجوری کردن جار میرم. قاطی کردن نداره دخترم، مگر وقتی که شرط اولت فراموش کرده باشی. فراموش نکردم، یادم هم نرفته. یادت نرفته، ولی گاهی اوقات بی‌اعتماد میشی. شرط اول و آخر ما اینه، توکل و توکل و توکل. اگه یادم رفته بود الان اینجا نبودم. پس اسمشو بیار، دل به دریا بزن، پاشو بگو یا علی. منم پاشم برم اینا رو تقسیم کنم، شبم مهمان دارم، کلی کار دارم، به کارام برسم. بابا خانم جانم، من یکی از اینا رو برای فاطمه برمیدارم. بردار، شنیدن داره عروس میشه. انشاءالله به سلامتی. مبارکه. سر را میام وقت رفتن سری بهت میذارم کفش داری. به سلامت. یه جورای خوشحالم که رباب خانم رو پیدا کردم، خوشحالم که میام امامزاده، خوشحالم که کارای تازه میکنم. هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی بخوام چله نشینی کنم. من وسواسی تو 40 روز آخر زندگیم دیگه به لکه ها فکر نکنم و دست به کفشای مردم بزنم. کاش میشد یه ذره بیشتر فرصت داشتم، فقط یه ذره. سلام. سلام خانم عرفه، خوش اومدی. ممنونم از لطفتون. دنبال یه لباس مناسب با قیمت ارزون میگردم. خواهش میکنم، مغازه متعلق به خودتونه. چند روز پیش یکی از مشتری ها دنبال یه فیلم بردار خوب میگردشت، من شما رو معرفی کردم. نمیدونم اومدن خدمتتون. خیلی لطف کردی. هنوز که نه. از اون روز که بردن تو بیمارستان چند باری اومدم آتولیه تشریف نداشتم، خواستم حالتون رو بپرسم. بازم ازتون ممنونم. ببخشید این لباس عروس چنده؟ قابل شما رو نداره. برای برای آتولیه میخوام، برای چند تا نمونه عکس که به مشتری نشون بدی. چه سایزی؟ یه سایزی نزدیک خودم. خانم رونقی، پرتو سایز 40 داری؟ خب بس لطفا بریم ببینی که مشتری مرتبه. الان برم ببینیم. بله منتظرم. دختر خاله هستی؟ بفرمایید. خواهش میکنم. مدلای دیگه هم تو آلبوم داریم، هر کدوم رو بخوایی میتونیم. نوازندش معروف نیست، یکی از دوستان. پس به زودی معروف میشه، کارش خیلی خوبه. خود کرده. از این مدل نداریم، ولی فردا میاد. بازم اگه عجله داریم میتونید از این مدل جدید انتخاب. نه من هم مدل رو میخوام. حالا فردا دوباره بازم با تو میشم. با اجازه. خواهش میکنم.
ماساژ واسه اینم سفتش کنم. خوشگل شدی حالا. بچه ها دیگه سفارش نمی کنم. بچه های خوبی باشین، به چیزی دست نزنین، اگرم چیزی بهتون تعارف کردم فقط یه دونه. آفرین پسر گلم. مثل چی؟ مثل یه خانم آقای واقعی. الهی قربون این دختر باهوشم بشم. پسرم تلفنم زنگ میزنه برام بیار. آفرین. این لباسم دیگه نپوش. خب فکر کنم بعد یه ذره تنگ شده، برگشتیم بذارش تو اتاق من. مامان جونه. ببینم. بله مادر، داریم دیگه راه میافتیم. چطور مگه؟ چی؟ یعنی چی؟ مگه بچه های من لولو پاک خورن؟ موتی اینطوری نکن، خراب میشه. اونا من خودم بردم دوستش کنم، خیلی هم خوبه. مامان ببینه ناراحت میشه. ما خانمو بردیم چیکار کنیم؟ تو کارت نباشه. بچه ها لباساتون در بیارین. نمیگه. آخه چرا؟ آخه چرا نداره، همین که گفتم. مامان من گلو سم سف کردم. خب حالا جفتشو باز کن دختر گلم. ولی من واسه مامان جون نقاشی کشیده بودم. بچه ها قول میدم فردا ببرم اتون پارک. حالا امشب بریم بخوابی. آخه چرا نمیری؟ اینقدر اعصاب منو خورد نکن. هی نپرس چرا چرا. گفتم لباساتو در بیار دیگه. چی شده بچه ها؟ بابا جون ماما میگه نمیری مهمونی. خب عزیزم این که قصه نداره. عوضش منم براتون قصه میگم. حالا بلنشین لباساتون رو در بیارین، راحتی های تو خونتون رو بپوشین، منم براتون یه قصه خیلی قشنگ که دوست دارین تعریف میکنم. خوبه؟ برید لباساتون رو عوض کنید. فکر میکردم که این سفر چجوری خواهد بود. خیلی خوشحال بودم. مارک و را جدا از رابطه خانوادگی که با هم دارن، همیشه رابطه دوستانه نزدیکی با هم داشتن. اونا در جنوب کالیفرنیا در نزدیکی هم سکونت دارن. تا در بین خورده 10 ساعت با ماشین راه است. اونا یه سفر 4 روزه رو از باهای لس آنجلس تا باهاکینو تدارک دیدن و قصد دارن چند توقف هم در جزایر میانه راه داشته باشن. هیچ کس تا 4 روز منتظر اونها نیست. یه سفر 160 مایلی که اونا میخوان با قایق بادبانی 60 فوتی مارک کنن. هرچند که این قایق برای سفرهای طولانی روی دریا طراحی نیست. بروجکاتون خوابیدن. خیلی خوب. تو چته؟ هیچی. بزن. حرف بزن بابا. چی شده؟ میگه بچه ها تو نیار. میترسه به داماد جدیدش یه چیزی بگم بهش بر بخوره. از دست این کارش خسته شدم. خب تو همیشه باش تون برخورد میکنی. اونم داماد جدید گرفته میترسه بهش بر بخوره. خب یه خورده بهش حق بده. خستم، تنها. آقا همیشه تنها بودم توی جمع بین خواهر برادرایی که هم خواهر برادرم هستن و هم نیستن، با مادری که هم مادرم هست و هم هیچ خاطری از مادر بودنش ندارم. اون نمیدونه چی آرومش میکنه. نه کنار بابا آروم بود، نه دوری از بابا آرومش کرد. 1000 تا سوال تو ذهنمه. آخه چرا من آروم نمیگیرم؟ چرا؟ یه چیزی به هم بگی، یه چیزی که آرومم کنه، یه نشونه، هرچی. فکر میکنم پررویی یه مریض میتونه اعتماد به نفس یه دکتر رو بالا ببره، نه؟ شاید. حالت چطوره؟ دکتر، ریزش موهام شروع شده. میترسم بچه هم بفهمه. عزیزم این از عوارض دارو و تزریق هاست. هنوزم نمیخوای بیای بستری شی تا من رادیوتراپی رو شروع کنم؟ نه نمیخوام.
نمیخوام بچه هم روزای آخر عمرم مجبور شم بیام بیمارستان عیادتم. در ضمن فکر میکنم اگر بخوام میتونم یه جوری کنترلش کنم. پس چرا اومدی پیش من؟ یکم داروی بیشتر میخواستم. من بیماریمو از همه اطرافیانم پنهان کردم. چیزی که شما بهش میگین حمایتو ندارم. اما حرف زدن با شما منو سبک میکنه. نمیخوای بیای دکتر دیگه هم پروندهتو نشون بدی؟ یه حسه میگه فقط باید به شما اعتماد کنم. میفهمم. ولی ببین کم کم گزگز دستات شروع میشه، تهوت زیاد میشه، سرگیجه میگیری، دست و پات یخ میکنه. به این سادگی هم نیستا. من نمیترسم اما خیلی نگرانم. نگران بچه هامم، نگران پدرمم. من هنوز خیلی کارا رو دارم که انجام بدم. میخوام از خیلی ها حمایت کنم، از خیلی هم انرژی بگیرم. خواهش میکنم یکم داروی بیشتر بنویسید. قول میدم تعامل کنم. باشه، بنویسم. غزل جون، غزل، غزل جون. سلام. سلام مادر جون. اینجا چی کار میکنی؟ دیشب نیومدی؟ غذاها خیلی خوشمزه شده بود. آخه دلم نیومد برات نیارم. چند وقت اینجا وایسادی؟ یه نیم ساعتی میشه اومدم. خیلی خوب، پس ببریم تو. آژانس منتظره. دستت چی شده؟ چرا بستیش؟ چیزی نیست. بازم دخترها و عروسات گذاشتن همه ظرفا رو خودت تنهایی بشون، نه؟ مادر جون، یکم تحچین مرغ آوردم و کیک و ژله برای بچه ها. یکم هم قرمه سبزی. دیرم شده. باید برم. هر وقت دلت خواست بیا به من سر بزن. دست درد نکنه. خدافظ. خواهش میکنم چایاتون یخ میکنید. به مراسم عقد فرمودین؟ بعدم عقد تو عروسی. سلام، خسته نباشی. سلام. ببین این جعبه رو آقا وحید برات گذاشته. پس با این حساب ما برای شما دو دوربین در نظر میگیریم، میکسش هم چشم. حتما یه میکس خوب سعی میکنیم یه کار خوب تبریتون بدیم. اون وقت این عقد رسمیه؟ تمام مونتاژ کار ما توسط کارمندای خانممون انجام میشه. برید به سلامت. 14 هم ببینم. خواهش میکنم. بفرمایید. بله؟ نایی جون. تو؟ میشه یه لحظه بیایی تو آتلیه؟ بیام بالا؟ آره. اگه میشه. باشه. کجایی؟ چشماتو ببند بیا تو. من که میدونم میخوای چیکار کنی. باشه بستم. بیا بستم. شیطنت نکنی ها، چشم تو با نکن. جلو پامو ببینم، فقط همین. منظور دیگه نه. سلام علیکم. وای چقدر خوشگل شدی. قشنگه. خیلی خوشگل.
دیوونه شدی؟ کارا چیه میکنی تو؟ گفتم که با لباس عروس عکس ندارم، میخوام حالا تو این عکس ازم بگیری. باشه، چشم میگیرم. دومادو چیکار کنی؟ دومادو ولش کن، بیا از عروس عکس بگیر، دوماد خودش پیداش میشه. من کلی ذوق دارم بابا. وایسی، من الان میرم یه دوماد از همین بغل ور. کجا داری میری ناهید؟ بیا بابا خودتو لوس نکن، بیا عکسامو بگیر. بیا وایسی. اومده ناهید، خیالت راحت باشه، الان میام. خیالت راحت، دست خور برمیگردم. ناهید تو چقدر ماهی، به خدا چقدر ماهی. همین الان فهمیدی؟ نمیدونستم مرمونا بگیم. اینا چی؟ این موها چی روی این لباسه؟ بریم برای عکاسی؟ بریم. بازه بعد گلابتون با یه سبد پر از لباس رفت لب اون چاه خوش. یکی از لباس بابا جون، مامان تو نمیگه که. خب معلوم مامانت بهتر از من بلده. حالا گوش کنید، به جای خوبش هم میرسه. بخونی بخونه بخونی. آره، ماهپیشونی دیگه غصه نخورد، چون توی قصر داشت به خوبی و خوشی زندگی میکرد. اون دیگه راهشو تو هیچ بیابونی گم نکرد، چون یه ماه درخشان روی پیشونیش تاریکی همه شبها رو براش روشن میکرد. دستت درد نکنه دخترم. نوشه جان، نایت خانم میگفت به پدرت بگو این جدولاشو یه ذره ساده تر بگیره. این آخریه بود، هنریه. هر کاری کرده بود نتونسته بود حل کنه.
بهم تلفن کرد. بهش تقلب رسوندم. فکر میکنم حلش کرد. باریکلا نایت خانوم. میونه این همه طرفدارای پروپا قرص جدولای شما، فکر میکنم اون فقط بهش تقلب میرسه. چون شما حواشو دارین. دخترم این چه حرفیه میزنی؟ به ازای این همه محبتی که به تو میکنه، این کمترین کاریست که میتونم براش بکنم. به مامان زنگ نزدی دیگه؟ امروز اومده بود آتلیه. یه ذره غذا آورده گذاشتم توی یخچال. چی آورده بود؟ شما مگه شام نخوردین؟ چرا؟ آهان، دلتون برای دست پختش تنگ شده نه؟ نه بابا، همینجوری پرسیدم. بابا، هنوز دوستش داری؟ دخترم، مادرت سالهاست با مرد دیگه ازدواج کرده. این چه سوالیه میکنی؟ پس چرا دیگه ازدواج نکردی؟ باید میکردم؟ نمیدونم. تو خودت طلاقش دادی. همه فکر میکردن یه کسی رو زیر سر داری. جدا شدن از مامان یه اشتباه بزرگ بود که خیلی به تو لطمه زد. به منم همینطور. اگه مامانت نرفته بود، من فقط یه پدر بودم و خودم رو بازخرید نمی کردم. ولی حالا مجبور شدم مادرم باشم. نخواستم ازدواج بکنم. نخواستم با آوردن یه نامادری بیشتر عذابت بدم. یعنی کسی بود؟ دونستنش برای تو چه فرقی میکنه؟ هیچی، فقط میخواستم بدونم. وقتی پشیمون شدم که دیگه مادرت به عقد محمود در آمده بود، کار از کار گذشته بود. خب حالا چی؟ حالا چرا ازدواج نمیکنی؟ حالا؟ آره خب دخترم، الان دیگه کی به من زن میده؟ که من یه زن خوب برات پیدا کنم چی؟ میخوای از شهرم راحت چی؟ نه، دلم خواهد زندگی کنی. داری شوخی میکنی نه؟ تو باید به فکر زندگی خودت باشی. بچه های تو الان بیشتر از هر وقت به پدر احتیاج دارن. چه فرقی میکنه؟ منم اگر الان ازدواج کنم بچه هم نابود میشن. اشتباه میکنی غزل. بچه های تو بیشتر از هر موقع الان به پدر احتیاج دارن. پس شما چی هستی؟ من دیگه آفتاب لب بومم. اختیار دارین؟ من بهتون قول میدم اگه یه زن خوب بگیریم 50 سال به عمرتون اضافه میشه. نصف شبی داری سر و سرم میذاری. پشت برو بخواب. باشه. بس دیگه. ولی به پیشنهاد من فکر کنید. در ضمن پیشنهاد میکنم که یه جدول مخصوص خود ناهید خانم طرح کنی. به خاطر الطافش، محبتایی که به من داشته. شب بخیر دخترم. راستی پس فردا شب چی کار داری؟ کاری ندارم. خیلی خوب. پس من برای شام ناهید خانم رو دعوت میکنم. شب بخیر. به امید روزهای بهتر از امروز. روزهای بهتر از امروز. وقتی فردا رو ازت بگیرن میفهمی امروز بهترین روز زندگیته. شب 27. راستی زندگی چیه جز همین لحظه ای که توش زندگی میکنی؟
جز امید. حس میکنم آروم آروم دارم فرق بین امید و آرزو رو میفهمم. شما بهتر میدونین چی دارم میگم. توی این روزا حس میکنم آرزوام تجربه به امید رسیدن پیدا کردم. میشه یک کاری کنین بابا و نایید؟ چطور بگم؟ هم من میدونم هم شما. از هم خوششون میاد دیگه، ولی هر دوشون خود دو مغرورن. از یه طرف هم ملاحظه منو میکنن. راستش قبل از مریضی من حس میکردم از هم دیگه خوششون میاد، ولی به روی خودم نمیآوردم. راستی میخوام برای مامان یه ماشین ظرفشویی بخرم به خاطر دست دردش. میدونم هیچکی قدرشو نمیدونه، نه شوهرش، نه عروساش، نه دختراش. فکر میکنن نیاز مامان فقط اجاره نشینی توی خونه نوسازه. میدونین که ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. از چهارشنبه شد تو جنی شدی؟ من نمیدونم این ربابه خانم چی داره دلتو رو برده که من ندارم. واقعا امروز ندیدیش؟ دفعه صدامه میپرسی؟ نه آخه امروز چهارشنبه است، سابقه نداشته چهارشنبه نیاد. بابا اونم آدمه، شاید دوستش کاری پیش اومده. قبول باشی. بردار، نه ترس، نمک گیر نمیشی. اگرم بشی از کنار این سفره دور نمیشی. ممنون. ببخشید اسم شما چیه؟ بنده روسیه خدا، رباب سادات. اسم تو چی عزیزم؟ خانم، دخترم، کجایی؟ حواست کجاست مادر؟ ببخشید حواسم نبود. قبول باشه. قبول حق باشه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. سلام. اندازه شد؟ بله، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. خانم رونقی، اینو بذاریم برای خوشویی. چقدر باید تقدیمتون کنم؟ هیچی، یه شب بیشتر که نبود. خب اگه بقیه چند شب میبرم؟ شما با بقیه فرق میکنین، حق همسایگی داریم. ولی من اینجوری معذبم. معذب نباشین، عوضش میام آتلیه‌تون چند تا عکس میگیرم. آخه اینجوری که نمیشه. آخه نداره، معامله تموم شد. خیلی از لطفتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. با اجازهتون. در ضمن اسیدیتونم خیلی ممنونم. خوشتون اومد؟ خیلی قشنگ بود. چند تا کار دیگه هم ازش دارم، اگه دوست داشته باشین براتون بزنم. نه دیگه، راضی به زحمت نیستم. خواهش میکنم، چه زحمتی. راستی میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. در مورد چی؟ اون دوستتون که پیانو میزد چجوری فوت کرد؟ تصادف.
ببخشید که ناراحتتون کردم. بله. نه. سلام. آقا وحید. ببخشید. با شما تلفن کار دارم. ببخشید میخواستم ببینم اگه روزی وقت داشته باشین. منتظرم با شما کار دارم. شما به تلفنتون برسید. منم منتظرم یه روز بیارین آتلیه. خدمتتون میرسم. با اجازه. به افتخار مادر عروس. یک میلیون تومان از طرف مادر عروس. قربوش مادرم دست کردید. خواهش می‌کنم قربوش مادرم. به افتخار پدر عروس. دختر خاله دستت در نکنه قلوه پدر شما رو عرصی آقا رو عرصی که دستت در نکنه بوسم بده قلوه برم دستت باید خیلی خیلی بامزه بود. ببین واقعا اون لحظه نزدیک بود دوربین از دستم ور بشه. واقعا عجیب غریب بودن. مادر زنه رو دیدی چه هرسی میخورد طفلکی. خیلی ناراحت بود. آره کار میزدی خونش در نمیومد. دو ماده چرا اینقدر بچه بود؟ آخه این وقت ازدواج کردنه. عروس هم از اون بدتر. پس نه خانم، مثل شما خوبه. آخرش هم به خدا ناهید با یکی از این پیرمرد واکری ها ازدواج میکنی، از سر سالن به ته سالن بخواد برسه هیچی، همه قضا دیخ کرده. به خدا راست میگم، واقعیت تلخه. خوب خانم چشاتم بستی، به هیچ کدوم از موقعیت های اطرافتان فکر نمیکنی. دیگه از من گذشته خانم. خانم ها فکر کردی. ناهی؟ بله. بابام چطوره؟ چطور شد یاد بابات افتاده؟ هیچی، گم مرد خوبیه ها. بله خیلی مرد خوبیه. در زن با باکرم را نمیره. من سه اطلاع گفتم رو با گفتم به بچه ها که فردا شام قراره بیای پیشمون. وقت بچه ها نگفتن اول بعد به خودش میگفتی؟ خب یعنی نمیای؟ نه وقتی گفتی به بچه ها زشته دیگه میام. چرا نه؟ خب بگو بگو اون شام چی میخوای درست کنیم؟ ایسا بگو 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 شام بگو. چیه؟ سلام خانم رحیمی. سلام بفرمایید. ماشین ظرفشویتون آوردم. ماشین ظرفشویی؟ ما که ماشین ظرفشویی نخواسته بودیم. مگه اینجا منزل خانم رحیمی نیست؟ ولی ما ماشین ظرفشویی نخواسته بودیم. از طرف خانوم عرفه آوردمش. غزل عرفه. صبر کنید الان میام پایین. خواهش میکنم. سلام خانم رحیمی. سلام. مبارکتون باشه. یه زحمت بکشین اینجا دیگه امضا کنی. دست شما درد نکنه. بفرمایید. اینم خانم عرفه داد بدم خدمت شما. دیگه ظرفا رو با دستات نشو. برای آرتروزت خوب نیست. در ضمن تولدت پیشاپیش مبارک. گفتم شاید تا دو ماه دیگه که تولدت یادم بره چی می‌خواستم برات بخرم. عسل. ببخشید. یالا. انام ما رو یادتون نره. مهیار جان هر وقت کافیه بگو بابا. بس بابا جون میخوام خورشتم بخورم. واقعا من اگه میدونستم سلیقه تو تو غذا پختن اینطوریه ها، خب هر شب میومدم اینجا. مهیار جون فکر کردی اینا کار منه؟ اینا همه دستپخت باباست. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدین. آخه آقایون خیلی اهل این کارا نیستن. من فکر کردم شما خوب فقط بلدین جدول طرح کنین.
اختیار داری ناید خانم، هر کس یه ما زیر دست غزل خانم بشه میشه یه کت بانو. ما که نفهمیدیم چی شد، یهو دیدیم شدیم سرآشپز و پرستار بچه‌ها، ایشون هم شده مرد و نون‌آور خانواده. هر از گاهی هم برای مطبوعات و این مجلات هفتگی جدولکی طرح میکنه. یعنی بابا جون من تو این خونه دست به سیاسفید نمیزنم دیگه. اختیار داری، شما مدیر بهداشتی، چک کردن مواد غذایی، چک کردن تاریخ مصرف مواد غذایی، چک کردن لکلوک در و دیوار و پنجره و ظروف آشپزخونه همه به عهده ایشون. خیلی بدجنسین بابا. شانس آوردم ناهید جون منو میشناسه. بله چه جورم. ناهید خواهیم خواهش میدم بفرمین سر میشه. مهیار دوغ بریزم برای. نه ممنون نوشابه خودم میریزم. بارکالله. ببین ناهید خانم دوغ ملدن هم برای ممنون. نه تو چه کار داری من چه جوری میخورم؟ ماما همه این چه جوری داره میخوره؟ آدم بمزه. پانتا بگی دهنتو پاک. به حرف برادر بزرگیت هم گوش بده. شما میذار مهربونتر. مهمون داریم دیگه. بچه ها من جلو ناهید خانم کلی از شما تعریف کردم. داریم آبرومون رو میبریم که. نه بچه های خیلی خیلی خوبی هن. بچه ها شامتون رو بخوریم. میخوام بعد شام براتون یه قصه قشنگ تعریف کنم. قصه اون برادر خواهری که رفتن جنگل. بعد دعواشون شد. بعد گم شدن. بگم؟ پیدا شدن ها قصه نخورید. غزل جان بی بارو به مهمونت برس بقیه شما میشورم دیگه داره تمام میشه پدر. آخه زشته تنها شو داشتیم. خب شما بریم پیشش. من؟ آره تنهایی؟ تنهایی چیه بچه ها هستن یه دوتا هم چایی ببریم لطفا. تا زود بیا یا باشه چشم منم زود میام. بله بفرمایی یه پرمال شما این کوچولو داره به دست گله درد نکنه حسابی تو زحمت افتادی بچه ها بوده این وقت خوابتون گذشته یه کارتون هم ببینم آما عزیزم امشبم به خاطر خاله ناهیده که دو ساعت داری دیر میخوابی باشی یه بار دیگه میگم خاله ناهید بیاد بودی بیاد بله به شرطی که آقای عرفه شام درست کنن شب بخیر شب بخیر بابا جون شب بخیر خدافظی کردی خدافظ شب بخیر بابا جون گل گلیا شب بخیر من زود اینا رو میخوابونم برده باش خدافظ خانم این یکی از اون جدول هاست که عرض کردم کمتر کسی میتونه حلش بکنه البته به استثنای شما. ممنون. فردا حل شده شو میدم غزل جون براتون بیارم. شما میل داریم من مرزون چکرم. آفرین آمان یاد دندون پایینی ها یاده داره ها بعد مثل ستاره سفید بشه برق بزنه بود من باش ستاره شد من شما هم یه ذره کار داره. سلام پانتا. سلام مهیار. الان که این فیلم رو میبینین من دیگه پیشتون نیستم. این فیلم رو براتون گرفتم به عنوان یادگاری که بدونین چقدر دوستتون دارم. ببخشید که راجع به مریضی میچی بهتون نگفتم. دلم نمیخواست تصویر همیشگیم از ذهنتون پاک شه. دلم نمیخواست روزای مریضیمو ببینی.
تو نامه‌ای که برای پدر بزرگتون نوشتم؟ گفتم 10 سال دیگه این فیلمو بهتون نشون بده. پانتا خانم، تو الان دیگه واسه خودت خانوم میشدی. 17 سالته. مواظب برادرت باش. تو رو خدا بهش انقدر سخت نگیر. آقا مهیار، تو هم الان یا یه دانشجویی یا یه سرباز. یادت باشه همیشه مثل یه مرد باید پشت خانوادت باشی. من خیلی خوش‌شانس بودم که تو رو دیدم. خیلی خوش‌شانس بودم که باهات زندگی کردم، حست کردم. ولی پدرت این شانس رو نداشت، با اینکه همیشه آرزو داشت یه پسر داشته باشه. میخوام بدونین اگه ما نتونستیم کنارتون بمونیم، ولی براتون خیلی آرزوها داشتیم. خیلی آرزو. ناهید، ناهید عزیزم، تو بهترین دوست من بودی تو این سالا. همیشه تو به من توی زندگی امید میدادی، همیشه تو منو میخندوندی. من همه زندگی رو تو کشی که از تو گرفتم پیدا کردم. مطمئنم که تو و بابا با هم خوشبخت میشی، شک ندارم. منو ببخش که بار بچه ها رو دوش تو انداختم. امیدوارم اذیتتون نکنم، گرچه تو انقدر ماهی که هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه. خیلی دوست دارم بابا. نمیدونم چی بگم، ولی میدونم که اگر تو نبودی، اگه تو پای من وای نمیستادی، من نمیتونستم ادامه بدم. میدونم که تو تمام این سالها بار مسئولیت بچه ها رو انداخته بودم رو دوش تو، ولی هیچ وقت درکت نکردم. هیچ وقت. منو ببخش، دلم میخواد حلالم کنی. میدونم با ناهید خوشبخت میشی، فقط حلالم کن. مامان، معذرت میخوام که هیچ وقت نفهمیدم. متاسفم که مجبور شدی ما رو ترک کنی و منو تنها بذاری، ولی میدونم که خیلی منو دوست داشتی. خانم دکتر، میبینین که دارم با چشام بهتون ظلم میزنم و باهاتون حرف میزنم. خیلی هم سخت نیست. تازه ازتون یه درخواستم دارم. میخوام یه سال دیگه این فیلم ها و یاد داشته شخصی ما به دست خانوادم برسونیم. از همه کمکاتون ممنونم، از همه حمایتی که منو کردیم.
اسم شما چیه؟ بنده روسیه خدا، رباب سادات. اسم تو چی عزیزم؟ من غزل خدا بیامرزدش. دکترا 10 سال پیش جوابش کرده بود، بهش نمی اومد، خیلی سر حال بود. چی شد؟ چرا وایستادن؟ نمیدونم، قرار نبود جایی وایستن که. ببخشید ما 2 دقیقه میریم داخل امامزاده، زودی برمیگردیم. بفرمایید. پس منم برم صحنه ورودشون رو بگیرم. باشه برو. اینا میو بلش کن بابا، لباستو سوراخ شد. حالت خوبه؟ دارم از تشنگی میمیرم. خب برو توی امامزاده آب بخور. خیلی متل کردن اینا به خدا. حال تا آب بخوری اونام پیداشو میشه. برو. بفرما دخترم. نه نمیخوام. بردار دخترم، نمک گیر نمیشی، اگرم بشی از کنار سفره دور نمیشی، بخور. ممنون. اولین بارت آمده امامزاده، حاجت سنگینی هم داری، توکلت به خدا باشه خودش همه چیز شکر که تو راضی باشی. این دفعه الحمدلله نظر داد. حاج خانم، از کجا فهمیدی من دفعه اولم اومدم اینجا؟ فهمیدنش کار سختی نیست. شما اگه چند دفعه بیای دقت کنی به چهره مردم، کامل تشخیص میدی که کی اولین بار داره میاد اینجا. مگه قیافه من چه شکلیه؟ شکل ماهه. حاجت هم سنگینه یعنی چی؟ یعنی خواسته بزرگی داری از خدا. شما از کجا میدونی؟ چقدر سوال میکنی دختر جا؟ آخه میدونین؟ من 2 ماه دیگه دارم میمیرم. دختر جان حرف خوب بگو. کی میدانه تا 2 ماه دیگه توی دنیا میمانه یا میمونه؟ من 2 تا بچه کوچیک دارم. خدا حفظشان کنه. شما که همه چی رو میدونی به هم بگین چی کار باید بکنم.
توکل به خدا. نذر کن، نیاز کن، چله بگیر، قرآن بخوان، با خدای خودت ارتباط داشته باش. اونایی که با زبانت، با دستت، با حرکاتت رنجاندی، برو ازشان طلب بخشش کن. اون نذری که ازت بر میاد تا حالا انجام ندادی انجام بده. اینا همه با اونه. به صاحب الامر، صاحب زمان، دست به دامن آقاشو. مستجاب و دعوست. اگه با دل شکسته بری، دست خالی بر نمیگردی. سعی کن براش نامه بنویس، دردات، غمات، مشکلاتت براش بگی. به خدا جواب میگیر. دلا بسوز که سوز تو کارها بکن. دعای نیمی شبی دفع صد بلا بکن. خدا حافظ. سراغ من بی عزیزم. غزل جون خوبی؟ چه شد یهو؟ چیزی نیست. گفتم بیارن از اینجا که خونکه. دستت درد نکنه. فقط یه لطفی کن، من باید قرصامو بخورم. کیفمو میاری؟ آره. فاطمه جان، کفش داری شلوغه، تو برو اونجا بگو یکی برام کیفو بیاره. ببخشید خانم، این انگشتر مال شماست. نه، این انگشتر من نیست. چرا؟ چرا؟ مال شماست. خانم مطمئنن که مال شماست. کدوم خانم؟ اون خانم. سلام. سلام دخترم. از این طرف و پدر. من چند تا عکس قدیمی پیدا کردم، مال زمان خدمتمه. خیلی در به داغون شدم، گفتم بیارم نایت خانم زحمت چه بکشه درستشون کنم. چی میگی شما؟ ترمیم؟ بله ترمیم. اون که تخصص نایت خانومه. اجازه است ببینمشون؟ خواهش میکنم. بله، اینا که کاری نداره، دو سه ساعت بیشتر وقت نمیگیره. تا فردا قول میدم که عکساتون ترمیم شده، این جدولتونم حل شده تحویلتونه. خیلی ممنون. پس خواهش میکنم فردا شب که تشریف آوردین با خودتون بیارنش، زحمت میکشین. این یه ذره از قبلیه سخت‌تره. غزل جان، من و نایت خانم با هم همسلیقه از آب در اومدیم. ایشون هم عاشق تاس کباب هست. برای شد فردا شب که تشریف میارم منزلمون، برایشون تاس کباب بپزم. بچه های من چی؟ اونا که دوست ندارن. بیف استروگانوف خوبه؟ بابا خیلی خوب. براتون لازانیا میپزم با پنیر اضافه. بچه هم که دوست دارن. دست شما درد. من با عزتون مرخص میشم چون بچه از مدرسه میان پشت درد. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. وایستا ببینم غزل خانم.
من جلوی بابات هیچی بهت نگفتم و اینا نیم ساعت عروس داماد منتظره. شرمنده. ولی مثل که بالاخره بابای ما دل شما رو برد. فعلا که شما داری آب روی بنده رو میبری. برو دیگه، انگار دفعه اول باباشو میبینم. ده برو گنجی. خان گنجی دیگه نمیگم خسته شدم آقا، یه حالیم، حال غریبیه، شاید بیشتر به خاطر مرگ روبابا خانم باشه. یه جورایی روبابا خانم میخواسته اونو به دست من برسونه. باشه اومدم. سلام. سلام. نزدیک بود بزنم بهتون. اشکالی نداره، از سر شب اینجا منتظرتونم. چرا؟ چیزی شده؟ نه، نخواستم تو محیط کار مزاحمتون باشم. بقیه کارهای دوستم رو براتون رایت کردم. ممنون. شما ماشین ندارین نه؟ خیلی وقتی که رانندگی نمی کنم. خیلی خوب، پس سوار شین، خیس میشین. مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. فقط به خاطر دادن سیدیا این همه مدت تو بارون وایستاده بودیم؟ راستش نه فقط به خاطر اینا. خواستم بگم دوستم چطوری فوت کرد. تو این 5 سالی که اون رفته من با هیچ کس در این موضوع حرف نزدم. اگه ناراحتتون میکنه من خیلی اصرار ندارم. راستش اون روزم که پرسیدم بیشتر از سر کنجکاوی بود. میدونین چیه؟ دوستم نبود، زنم بود. هر دو توی دانشکده معماری درس میخوندیم. من طراحی لباس میخوندم و اونم موسیقی. با هم ازدواج کردیم، برگشتیم شیراز. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. یه روز تو وسط خیابون یه ماشین بهش زد، جا به جا تموم کرد. به همین سادگی از دستش دادم. بعد از اون تصادف دیگه هیچ وقت پشت فرمون ننشستم. میدونی چیه؟ من بعد از سارا فقط شما رو، من چطوری بگم، یعنی الان که اینا رو به شما گفتم سبک شدم. واقعا میشه منم چند سال دیگه فرصت داشته باشم؟ میشه آقا. تا اون موقع پانتی و مهیا کلی بزرگ شدن، دیگه خیالم هم از بابا راحته. فقط میدونم هیچ وقت زندگی رو مثل الان دوست نداشتم، مثل الان بهش وابسته نبودم. به اینا که فکر میکنم ترس همه وجودم رو میگیره. بعدش یهو یادم میفته شما هستین. اینجوری که میشه آروم میگیرم. نه قرار شده هر دو تا این تصویر کنیم.
این 15 تا رو تسویه کن رو چی؟ امروز جدول حل شده ناهید رو بردم تو اتاق بابا. خیلی وقت بود دلم میخواست ببینم بابام تو این صندوقچه چی نگه میداره. فکر کنم بابا دلش نمیخواد گذشتش رو فراموش کنه. دلم براش میسوزه. چرا آدم ها باید یه عمر تا آبان پس بدن؟ نمیدونم. کمک کنین خیالم ازش راحت بشه. بیا پسرم. شما هم میخوای پنتان خانم؟ تاس کباب و لازانیا هیچ ربطی به هم داره؟ دست شما درد نکنه. خب این اختلاف نسل هاست دیگه. تا بوده همین بوده. وای به حال بچه های اینا. من میگم این نظریه پردازی ها رو ول کنین، غذا رو بخورین. چشم. خب ناهید خانم راست میگن، حق با ناهید خانومه. شما جوونا بچسب ببین غذاهای امروزیتون، بیفتک و استک و لازانیا و نمیدونم پیتزا و شنیتزل و بیف استروگانوف. ما با همین غذاهای قدیمیمون کیف میکنیم. بله میشه جونتون، ناهید خانم که همیشه راست میگن. تو خسته ای، برو بخواب، بقیهش من جمع میکنم. نه امشب میخوام خودم کار کنم. با ناهید خانم حرف زدیم. خب اون جدول سخته رو یه روزه کامل حل کرده، باورت میشه؟ شما تو تمام این مدت فقط در مورد جدول با ناهید خانم حرف زدین؟ نه، راجب خودمون همه چی صحبت کردی. خب به نظر من نظرش مساعده، فقط یکی دو روز فرصت خواست که فکر کنه، ولی مشکل منم غزل. چه مشکلی؟ من نمیتونم از شما جدا بشم. این که دیگه مشکل نیست پدر جان. اینجا رو میفروشیم، دو تا آپارتمان نقلی کنار هم، اصلا چسبیده به هم، میگیریم که شما خیالتون راحت باشه. الانم دیگه بریم بخوابین، باید کلی برای آینده برنامه ریزی کنین دیگه. از دست تو غزل، برای هر مشکلی یه جوابی داری. اگه الان این انگشتر جلو چشمم نبود فکر میکردم همه چیزو خواب دیدم. نمیدونم درد رو کمتر حس میکنم یا تحملم بیشتر شده. امروز روز آخر چله بود آقا. 40 روز تو کفشداری حرام کار کردم و همه جور آدمی رو دیدم. رفتن رباب خانم رو از دنیا دیدم. اصلا میدونین آقا، راستشو بخواین این چند روز همه چیزش عجیب و غریب بود. از حرفای دست و پا شکسته وحید و خواستگاری سری و سیر بابا از ناهید گرفته تا این انگشتر. آره این انگشتر الان اینجاست، همینجا جلوی چشمام توی دستم. دختره تو حرم بهم گفت اون خانم یه انگشتر رو داد و گفت مال شماست، گفت نظرتونم قبول باشه. نمیدونم درست شنیدم یا نه، فکر کنم اون دختره گفت به سلامت بانو. آره آره فکر کنم همینو بیافت گفت به سلامت بانو. نمیدونم، گیت شدم آقا، گیت شدم. یه عالم کاری نکرده دارم، کاری که منو به شما نزدیکتر میکنه. حس میکنم خدا داره دستمو میگیره. هیچ وقت خودم با اون اینقدر نزدیک ندیده بودم. باید برای بابا ناهید جشن میگیرم. شاید بتونم یه چیزی هم به وحید بگم که یه خورده آروم شه. 1000 تا کار دیگه دارم. شاید فردا از اول به همه چیز، به همه چیز.